les différentes façons de dire la برای سطح سه یک گرامری رو آماده کردم که شما در اون گرامر روش های مختلف برای گفتن دلیل رو آموزش میبینید. سلام و درود خدمت شما عزیزان. امیدوارم که عالی باشین. امروز اه روش های مختلف برای گفتن دلیل رو برای سطح سه یک بچه ها آموزش میبینید البته بچه های سطح ب هم میتونند این ویدیو رو تماشا کنند بیمعتلی بریم ببینیم چه خبره خب اولین اصطلاحی که ما برای بیان دلیل و مخصوصا در بیان شفاهی استفاده می کنیم. همونطور که شما هم میدونید اکسپرسیون پرسکه هست پارسکو که که در جواب پوخ داده میشه پارسکو چون که به دلیل اینکه ایتیلیزاسیون دو پارسک لکسپرسیون لا پلو کومون پور اکسپریمه لا کوز اون فرانسه است پارسک L'expression la plus commune pour exprimer la cause en français est parce que. بیدونید که در واقع معروفترین و پر استفاده ترین که برای بیان دلیل در زبان فرنسا استفاده می کنیم استلاحه parce que هست. Elle offre une explication directe et simple. دوله ریزون پور لکل انویمنس ده روله دیرکت سمپل دوله ریزون پور لکل انویمنس ده این ساختار پرسو یک توضیح مستقیم و ساده میده برای دلیلی که, دلیلی که اون حادثه اتفاق افتاده. به عنوان مثال تو فارسی چرا دیر کردی؟ چون که تاکسی نیومد. شما یک دلیل واضح مستقیم میرین سر اصل مطلب و ساده میارین و با عبارت چون که این جمله کاملتون رو بیان میکنید. دقیقا همین ساختار رو هم ما در زبان فرانسه داریم. فخص که ابتدای جمله و بعد یک جمله کامل پلیس لفخز کمپلت جمله کامل یعنی جمله که فاعل داره فعل داره مفعول داره و باقی اجزای جمله پک سامپل دان لفخز جو سی فتیگه پخس که جه تراویه توت لنوی Je suis fatiguée parce que j'ai travaillé toute la nuit. L'expression parce que établit un lien clair entre la fatigue et le travail nocturne. l'expression parce que établit un lien clair entre la fatigue et le اصطلاح parce برقرار میکنه، یک پیوند واضح و آشکار رو بین خستگی شما و کار شبانه. پس یک بار دیگه این اسلاید رو مرور می‌کنیم. parce que ساختاری هست که بسیار استفاده میشه سختی و لغل مخصوصا در بیان شفاهی به معنی چون که به دلیل اینکه و شما بعد از پخسوکو یک جمله کامل دارید یک جمله با تمام اجزای جمله و این پخسوکو یک دلیل واضح و آشکار و ساده رو بین جمله قبلیتون که در واقع حالتی رو که دارین و جمله بعدی دلیل این حالت دلیل شکل گیری این اتفاق رو بیان میکنه و ما اصطلاح بعدیمون اصطلاحی هست به نام پیسک پیسک یوتیلیزاسیون دو puisque L'expression puisque est une autre façon de communiquer la cause L'expression puisque est une autre façon de communiquer la cause puisque est une autre Elle est souvent utilisée lorsque la cause est évidente ou bien établie. Elle est souvent utilisée lorsque la cause est évidente ou bien établie. این اصطلاح اغلب زمانی استفاده میشه وقتی که دلیلتون واضحه و مشخص Par exemple, dans la phrase « Puisque tu es là, peux-tu m'aider à porter ces boîtes ?»« Puisque tu es là, peux-tu m'aider à porter ces boîtes ?» حالا که اینجا هستی میتونی بهم کمک کنی این جعبه ها رو ببریم؟ L'utilisation de puisque sous-entend que l'aide est attendue compte tenu de la présence de la personne. L'utilisation de puisque sous-entend que l'aide est attendue compte tenu de la présence de la personne. Estefodas Sartori puisque در واقع این نکته رو به ذهن مخاطب میاره که کمکی که مورد انتظاره با حضور این شخص میتونه انجام بشه معنی پیسکو باز هم مثل پخسکو چونکه و زیرا هست تفاوتی که با که داره این که این ابتدای جمله هم میتونه بیاد. پیسکو ستون اکسپرسیون کی سومه او دبیو دلفخص. ابتدای جمله هم میتونه بیاد. اما پخسکو ساختار که در ابتدای جمله معمولا انجام نمیشه و بعد از جمله اول زمانی که شما بخواید دلیل رو بیارین میتونیم از ساختار پخسکه استفاده کنیم اما پیسک ابتدای جمله هم میاد حالا که اینجایی چون که اینجایی میتونی بهم کمک کنیم جواب رو جابجا کنیم L'utilisation دو کار. Si vous recherchez une expression plus formelle pour exprimer la cause, car est une excellente option. Si vous cherchez une expression plus formelle pour exprimer la cause, car est une excellente option. ساختار کغ کغ یک انتخاب عالی برای شما خواهد بود ال سدبت پخفتمان و ذکری و دیسکور ال سدبت و ذکری ای او دیسکور پلو خب این ساختار استفاده میشه در نوشتها و در در واقع خطابه ها و سخنرانی هایی که تهیه شدند و تدارک دیدند اک سامپل دون لا فراز ژ نای پا پیو ونیر کار ژت مالات ژ نای پا پیو ونیر کار ژت مالات لوتیزاسیون دو کار souligne la relation de causalité entre la maladie et l'absence. l'utilisation de car souligne la relation de causalité entre la maladie et l'absence. je n'ai pas pu venir tu est -à -dire que je در واقع این رو نشون میده ارتباط بین دلیل مریض بودن و غیبت داشتن رو je n'ai pas pu venir car j'étais malade هم بچه ها به معنی چون که زیرا هست یعنی با دو ساختار قبلی Puisque و پخسکو هم معنیه اما کغ خیلی رسمی تره و معمولا در نوشتار و در سخنرانی ها خطابه ها که تهیه و تدارک دیده شدن استفاده میشن utilisation <applause> de à cause de l'expression à cause de est souvent expliquer des conséquences négatives. L'expression « à cause de » est souvent utilisée pour expliquer des conséquences négatives. Estelahe à cause de » est exemple, lorsque l'on dit le match a été annulé à cause de la pluie. On établit un lien direct entre l'annulation du match et les conditions météorologiques défavorables. Le match a été annulé à cause de la pluie. کنسل شد برگزار نشد به دلیل باران اکوزدو دو لا پلوی. به دلیل باران خب در این ساختار ما برای بیان دلیل برگزار نشدن مسابقه از اصطلاح اکوزدو استفاده کردیم در واقع اون تبلی ان لیان direct entre l'annulation du match et les conditions météorologiques ما برقرار کردیم یک پیوند یک رابطه مستقیم بین لغو مسابقه و در واقع شرایط آب و هوایی نامساعد. اون تبلی lien direct entre l'annulation du match et les conditions خب پس هر زمان شما از نتایج منفی یک عمل بخوایند صحبت کنید معمولا از ساختار اکوز دو استفاده می کنیم. همونطور که توی این مثال در این اسلاید دیدید. اوتیلیزاسیون دو گرس ا گراس ا لورسک لا کوز ا ا ای ان پوزیتیف او بنفیک لکسپرسیون گراس l'option ایدهال Lor la cause آ effet positif و بفیک ایدهال وقتی که شما دلیل رو برگزار بیان میکن که نتایج مثبت و خوبی داره از ساختار A استفاده میکن در واقع گرسه میشه گفت به نوعی متضاد و مخالف اکوز هست اونجا در واقع نتایج منفی رو ما بیان می کردیم مسابقه برگزار نشد به دلیل باران به دلیل شرایط نامساعد جوی اما اینجا نتایج مثبته. حالا مثال رو ببینید. دون لفخاز جه غیوسی من اگزمن گرس امز فاغ. جه غیوسی من گرس امز فاغ. به لطف تلاش هام تو امتحانم موفق شدم. خب اینجا معمولا ما از ساختار اکوز استفاده نمی کنیم چون می خواهیم یک نتیجه و یک اثر مثبت و خوب رو بگیم به این دلیل از گرس ا استفاده می کنی. حالا اگر می بگیم من در امتحانم موفق نشدم به خاطر تو جپا غیوسی mon اکوز دو توا در واقع ما میخوایم یک نتیجه یا یک اثر منفی رو بیان کنیم اکوز دو استفاده میکنیم اما اینجا میخوایم یک تاثیر یک اثر و یک نتیجه مثبت و خوب رو بیان کنیم از گرس استفاده میکنیم امیدوارم که تفاوت این دوتا اصطلاح رو کاملا فهمیده باشید ایل که Les efforts ont joué un rôle essentiel dans la réussite à l'examen. Il est clair que les efforts ont joué un rôle essentiel dans la réussite à l'examen. موفقیت در امتحان بازی کرده ایل کلرک که واضحه که روشنه که لزفوغ تلاش ها اون جوی بازی کردند انغول اسانسیل یک نقش اساسی و اصلی رو در موفقیت در امتحان دان لا سیت Utilisation de faute de faute de lorsque la cause d'un échec ou d'une défaillance doit être expliquée, l'expression faute de entre en jeu. Lorsque la cause d'un échec ou d'une défaillance doit été trop expliqué. L'expression faute de هر زمان که دلیل بین یک شکست یا عیب و نقص باید توضیح داده بشه ساختار فوت دو وارد این بازی میشه. پکسامپل phrase: Faute de temps, je n'ai pas pu finir le projet à temps. Faute de temps, je n'ai pas pu finir le projet à temps. Mettons lumière le manque d'autant temps comme raison principale. دو لشک شما اینجا مشخص می کنید در واقع نبود وقت رو به عنوان دلیل اصلی شکست پس از ساختار فوت دو زمانی استفاده می که ما بخوایم دلیل یک شکست یا یک عیب نقص و در واقع فقدان رو بخوایم توضیح بدیم همونطور که توی این مثال هم دیدید نبود وقت در واقع دلیل اصلی تمام نکردن پروژه سر وقت بود فوت دو تان je n'ai pas pu finir le projet à temps و نکته دیگه بعد از اصطلاح فوت دو دیگه آرتیکل نباید بیارین یعنی نباید اینجا بگیم فوت du temps. Faute de temps, je n'ai pas pu finir le projet à temps. Utilisation de chrome. Cette expression insiste moins que, puisque, sur la relation entre la cause et la conséquence. Cette expression insiste moins que puisque sur la relation entre la cause et la conséquence. یعنی, به معنیه چون که اه, در واقع تاکید کمتری داره تا puisque بر روی ارتباط بین دلیل و Natige. Par exemple, comme ma voiture était en panne, j'ai pris un taxi. Comme ma voiture était en panne, j'ai pris un taxi. La subordonnée précède toujours la principale. la subordonnée précède toujours la principale. جمله ای که شبه جمله در واقع تابعی هست یعنی جمله ای هست که شما اصطلاح و کنژونکسیون کم رو دارین ما به میگیم لفخز ل... در واقع لحظی بغدونه این ابتدای جمله میاد همیشه جمله اصلی رو ما بعد از جمله میاریم که با کم شروع شده باشه کم مواتیق تنپن جبخی ان تکسی اتان دونه که دی فکر وی که اتان دونه که دی فکر وی که این سه اصطلاح به معنی با توجه به این که هستند

Par exemple, étant donné que beaucoup de monuments sont menacés par la pollution, on remplace souvent les statues par des copies. Étant donné que beaucoup de monuments sont menacés par la pollution, پلسس لستتو پر د با توجه به اینکه بسیاری از آثار باستانی در معرض خطر آلودگی هوا هستند ما بیشتر وقتها اونها رو با در واقع کپی اون مجسمه ها جایگزین کنیم. اتر منسه پر در معرض چیزی بودن لپولیسیون آلودگی هوا در واقع اینجا یک عملی که واقعیت اون عمل بیچون و چرا قطعی و مسلم اتفاق میافته و ما مجسمه ها و آثار باستانی رو که به صورت مجسمه هستند با مجسمه های کپی جایگزین میکنیم نکته بعد اینه که اصطلاح دیفک در مکالمات روزمره بسیار استفاده میشه یعنی از اون دو ساختار بیشتر استفاده میشه در مکالمات روزمره و هر سه این اصطلاحات معنیشون نظر به این که یا با توجه به این که خب اصطلاح بعدیمون سو پرتکست که سو پرتکست که به بهانه این که لکوز اکونتست پر لو لوکیتور لکوز کونتست پر لو لوکیتور یعنی دلیل رد میشه توسط شنونده یا اینکه شنونده اعتراض داره به دلیلی که میارین برای لو گارسون ا رفوزه دو نو سرویر سو که لو کافه فرمه لو گارسون a refusé de nous servir sous prétexte que le café خدمت به ما خدمات ارائه نداد. امتناع کرد از اینکه به ما خدمات بده. به بهانه اینکه کافه داره بسته میشه. سونه پا لا vraie raison en réalité, il n'avait pas envie de nous servir. ce n'est pas la vraie raison. این دلیل دلیل واقعی نیست. En réalité, در واقع, il n'avait pas envie de nous servir. دوست نداشت به ما خدمات بده. دلیل واقعی اینه. Il n'avait pas envie de nous servir. دوست نداشت. Avoir envie de. در واقع دوست داشتن. تمایل داشتن. تمایل نداشت که به ما خدمات بده و در واقع پشت به بهانه اینکه این رو مخفی میکنه سوبخ تکست که دو مومان که اگل پیسک دو که اگل پیسک به معنی چون که و حالا که Exemple. Je veux bien vous prêter ce livre. Du moment que vous me le rendez lundi. Je veux bien vous prêter ce livre. Du moment que vous me le rendez lundi. Euh, باشه کتابم رو بهت قرض میدم euh, حالا که اون رو بهم دوشنبه برمیگردونی puisque که sais سه که وو چون که میدونم اون رو به من بر ولور Vouloir bien c'est یعنی قبول میکنم که به شما قرض بدم. پرته اکلکن قرض دادن به کسی پرته کلکو شوز اکلکن. قرض دادن چیزی به کسی و این ساختار رو اینجا دارید میبینید je veux bien vous prêter ce حالا که چونکه که du moment que vous me یعنی برگرداندن rendre quelque chose à quelqu'un به من اون رو دوشنبه برمیگردونی و در واقع معنی این جمله اینه که پویسک جوسه که ووم لندی چون که من میدونم که شما اون رو به من دوشنبه بر میگردونید پس دو مومان که یعنی پویسک یعنی چون که حالا که دوتان که دو پلوس که سختو که لانگ فامیلیر دوتان که دوتان پلوس که سختو که که نظر به اینکه با توجه به این که دوتان پلوس که در واقع تازه یا یه دلیل دیگه میارین مزافن بر اینکه و سختو که در زبان محاوره بسیار استفاده میشن به خصوص که سه کنجونکسیون غانفورس لکوز سه کنجونکسیون غانفورس لکوز دلیل رو محکم می کنه. تأکید بیشتری بر دلیل ارائه می این استلاحات. سه کنجونکسیون غانفورس لکوز اکسامپل فینالمان جنه پزشته سه پتی مابل d'autant que je n'en avais pas vraiment besoin finalement je n'ai pas acheté ce petit immeuble d'autant que je n'en avais pas vraiment besoin در نهایت من این در واقع اسباب اساسی کوچولو رو نخریدم موضافا بر اینکه واقعا بهش احتیاج نداشتم. یا این مثال نو دی پاسا دو تان پلوس که سفو نو دی پاسا دو پلوس سفو این حرفو نزن مخصوصا این که اشتباهه نادرسته غلطه مضافن بر اینکه که غلطه ال نو نو پاس انوی دو سورتیر سورتو کیل اپوونتابل. elle n'avait pas envie de sortir surtout اون دوست نداشت از خونه بیاد بیرون مخصوصا این اینکه هوام خراب بود surtout که به خصوص این اینکه و مخصوصا این پس این سه اصطلاح در زبان محاوری بسیار استفاده میشن شما وقتی یک دلیل میارین و میخواین دلیلتون رو در واقع تأکید کنید روی تأکید بیشتری کنید روی آوردن دلیلتون این سه اصطلاح کدوم, س... کدوم, ها بودن دوتان که نظر به اینکه که با توجه به این که مضافن بر اینکه دو دوتان پلوس هم مزافن که هم مضافن بر اینکه که و همونطور که تو فارسی میگیم تازه این در واقع این وسیله رو نخریدم. تازه بهش احتیاجم نداشتم. و سوختو که یعنی مخصوصا این که بخصوص که و این ساختارها در زبان لانگ فامیلیئر بسیار پرکاربرد هستن و یه نکته دیگه هم توی این سه تا بهتون بگم لا سوبردونه سوی لا یعنی در واقع سوبردونه سوی لا شما اول باید جمله اصلی رو بیارین و بعد تاکید بیشتری که میخواین توی این جمله اصلی بر روی دلیلتون بیارین این اصطلاحات رو باید بیارین هیچ وقت ما رو اول نمیاریم به دلیل اینکه جملاتی که با این کنژونکسیون ها ساخته میشن تاکید بیشتری روی دلیلن شما در جمله اصلی یا لبخن دلیلتون رو میارین بعدش در جمله لسی بغدونه یا جمله تابعی یا جمله که به دنبال جمله اصلی میاد با این کنجنکسیون هایی که بهتون یاد دادم تأکید بیشتری روی دلیلتون در واقع میارین دوتان که دوتان پلوس که و سختی که خب دوستان عزیز به عنوان یک نمونه میاییم دلایل تصادفات جاده ای رو از روی این اسلاید با همدیگه کار میکنیم با توجه به اصطلاحات و کنجنکسیون هایی که یاد گرفتیم اکسیدان غوتی کوز خب از قسمت بالا شروع میکنیم لکس دو ویتس لکسه دو ویتس سرعت غیر مجاز یکی از دلایل تصادفات جاده سرعت غیر مجاز لکسه دو ویتس لا دوزیم کوز لا کندویت سو لام دو لالکول لا کندویت سو لام دو لالکول رانندگی با مصرف الکل میتونید که لکندویت در واقع اسم فعل کندویغ هست رانندگی کردن و این میشه رانندگی و لطخوازیم کوز لوزاج دو تلفون او ولون لوزاج دو تلفون او ولون استفاده از تلفن پشت فرمون لوزاج Est-ce que tu de L'usage du téléphone au volant. La quatrième, la fatigue ou la somnolence. La fatigue ou la somnolence. La cinquième, le non-respect des distances de sécurité. le non respect des distances de sécurité. Distance رعایت نکردن در واقع مقدار مجاز با وسیله نقلیه بعدی یا قبلی. سیزیم e le عدم تجربه فقدان تجربه لوا uh, یه مانی بیاد جلوی شما، دیگه این رو نمیشه کاری کرد. لی نتENTION، لی نتENTION، آدمی و توجه به جلو. لی نتENTION و آخرین، لاه کنیدت، سام پر می یعنی رانندگی بدونه گواهی نامه لا کندویت سان پرمی دو کندویغ پرمی دو کندویغ یعنی گواهی نامه رانندگی خب حالا میخوام دلایل تصادفات جاده ای رو با توجه به اکسپرسیون‌ها ها و کنجنکسیون هایی که خوندیم و با این موارد با همدیگه کار کنیم بریم اسلاید بعدی Regardez ce schéma puis exprimez la cause des accidents routiers de diverses manières. Regardez ce schéma puis exprimer la cause des accidents routiers de diverses manières. این شمایی رو که بهتون گفتم یعنی اسلاید قبلی رو خوب نگاه کنید و بعدش دلایل تصادفات رانندگی رو به شکل مختلف برای من بیان کنید. Quelles sont les le causes des accidents routiers? Exemple. Il y a encore de nombreux accidents routiers parce que tous les chauffeurs ne font pas attention. Il y a encore de nombreux accidents routiers پس که توی هنوز هم تصادفات جاده زیادی وجود داره. چون که راننده ها نمی کنند. توجه نمی کنند. این یه انکار دو نمروز اکسیدان رویتیه پس که توی شفار نفهم پر اتنسیون. روشی دیگه دو نمغز اکسیدان سو پرودویز اکوز دو کندویت سو لامخیز دو لالکول. دو نمغز اکسیدان سو پرودویز اکوز دو کندویت سو لامخیز دو لالکول تصادفات زیادی اتفاق میوفتند به دلیل در رانندگی به دلیل رانندگی کردن در حالت مستی لکندویت sous l'emprise de l'alcool. Va Comme beaucoup de chauffeurs parlent au téléphone quand ils conduisent des accidents ont lieu. Comme beaucoup de chauffeurs parlent au téléphone quand ils conduisent des accidents ont lieu. Mais وقتی دارن رانندگی میکنن با تلفن همراه صحبت میکنن تصادفات اتفاق میفته اواغ یعنی اتفاق افتادن و من از کوم استفاده کردم به دلیل اینکه میخوام این دلیل رو و نتیجه این دلیل رو به مخاطب خودم به صورت یک قانون کلی اعلام کنم به این ترتیب از کم استفاده کردم حالا نوبت شماست دوستان عزیزم دلایل دیگر تصادفات رانندگی رو برای من لطفا کامنت کنید. یه تمرین دیگه. اکسپرسیون دو لاکوز اکسرسیس. کمپلیت ل فراز سویوانت پار اون دو کوز. لطفاً جاهای خالی رو اگه تمایل داشتید برام کامنت کنید. لوراج، je ne peux

En retard, il y a eu un accident. وردی رسیدن با تاخیر رسیدن چون که تصادف کرده بودن. Je viens demain, il reste du travail à finir. Je viens demain, il reste du travail à finir. فردا میام چون که کارمو باید تموم کنم.

Ils ont réussi leur imagination. Ils ont réussi leur imagination. Il fait beau, on peut manger dehors. Il fait beau, on peut manger dehors. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu es malade. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu es malade. امروز کار نمی کنی. چون که مریضی. ایل نو تخوای پا اجوردوی ملدی. ایل نو تخوای ملدی. امروز کار نمیکنه به دلیل مریضیش. دوستان ساده بود چون تمام مطالب رو براتون توی این ویدیو توضیح دادم که گفتم اگر شما دلایل منفی باید بگین چی باید استفاده کنید اگر دلایل مثبت باید بگین چی باید استفاده کنید ابتدای جمله از کدوم کنژونکسیون ها باید استفاده کنیم همه این رو تو این ویدیو توضیح دادم و در واقع به نظر من دیگه چیزی نمونده که توضیح بدم و شما این جای خالی رو باید به راحتی پر کنید و لطف کنید برای من کامنتش کنید مرسی بکو دوانس خب دوستان عزیزم این جمله رو برای من به فرانسوی بگید. خیلی خسته هستم چون تمام شب رو نخوابیدم. Je <applause> suis crevée parce que je n'ai pas dormi toute la nuit. parce que je n'ai pas dormi خیلی خستم چون تمام شب رو نخوابیدم و حالا این جمله به فرانسوی چون که با کره زمین رفتار مناسبی نداشتیم از دست ما ناراضی است puisque nous ne sommes pas mal comportés avec la planète elle est mécontente de nous puisque nous nous ne sommes pas mal comportés avec la planète elle est mécontente de nous se so, comporter mal يعني رفتار مناسبی نداشتن se comporter mal و مکنتونت یعنی ناراضی ناخشنود نخ، چرا از پویسکو استفاده کردم؟ چونکه که حالا که میتونستم از کم هم استفاده کنم اما گفتیم کم در واقع تأکیدش روی ارتباط بین نتیجه و دلیل نتیجه کمتره. اما اینجا ما میخوایم این ارتباط رو پر رنگ ارائه بدیم به مخاطبمون. چون که ما با کره زمین رفتار مناسبی نداشتیم الان از دست ما ناراضیه. پیس که نونو نو سنپا مل کنپخت اوگ لپلانت الیمه دونو پدر بزرگم خیلی عرق کرده به دلیل گرمای هوا. Mon grand-père transpire beaucoup à cause de la chaleur mon grand père transpire beaucoup à cause de la chaleur مامانم برام یه عروسکه پش ماللو خرید چونکه خیلی دوستش داشتم. Ma mère m'a acheté une خب دوستان برای کامل کردن این ویدیو یه چند مورد دیگه هم هست که دلم نیمد اونا رو بهتون بگم تا کلن مبحث اکسپرسیون دو براتون جا بیفته و بسته بشه ایده دن تون سیته افخص پلوس نوم سان دترمینان دان سخت این ببینید ما اصطلاح افخص دو رو استفاده می به اضافه اسمی که دترمینان نداره یعنی شما شناسه با این اسم نمیارین اکسامپل افخص دو ولونته ایلپی کمانس اینقدر که اراده داشت تونست دوباره شروع کنه به راه رفتن بعد از تصادفش افورس د و ولونت اسمی هست که بدون ارتیکل اینجا ظاهر شده افوrس د ولونته از بسکه اراده داره معنی این جمله پخس کیلا ای بوکوت ولونته پخس کیلا ای بوکوت ولونته چون که خیلی اراده داشت و این ساختارها افخس تو از بسک که کار میکنه افخس تو از بسک که پردل و جرأت تو پاسیونس از بسک که صبر داره افخس تو از بس که مهربونه خب ساختارهای پوغ پلوس نو پوغ پلوس انفینیتیف پسه هم دلیل رو میتونن بیان کنن پوغ پلوس نو ایلا اته پوغ مرتر ایلا اته پوغ اون محکوم شد به دلیل آدم کشی یعنی این جمله چی بوده؟ پرسکیلا کومی این مرد پرسکیلا کومی این مرد چون مرتکب یک قتل شده بود کومتر یعنی مرتکب شدن پور پلوس انفینیتیف پسه میتونه بعدش مستر گذشته بیاد ایلا ای این اماند پور اوارگره سا واتیر سرلو تروتوار ایلا ای این اماند پور وگساووتو سو ل تروتور جریمه شد چون ماشینشرو تو پیاده رو پار کرده بود پخس کیلاوه گره سا ووتور سور ل تروتوار پخس کیل اوه گره سا ووتور سور ل تروتوار پور اووار گه اووار گه انفینیتیو پساس و به این ترتیب شما دلیل جریمه شدن رو به این ترتیب بیان کردید. خب دوستان عزیزم چقدر از این ویدیو استفاده کردین؟ خوشتون اومد؟ اصطلاحات مربوط به دلیل برای سطح سه یک. از این ویدیوها اگر استقبال بشه بیشتر و بیشتر ساخته خواهد شد. مرسی بکو. آقوار لسانس خوشه.